سلام به کانال ما، خوش برگشتین. آقا مبادله کالا به کالا در بازرگانی خارجی به چه شکل هست؟ تهاتر یعنی چی؟ برات یعنی چی؟ فرق این دو با هم چیه؟ و در نهایت آیا صادرات کالا و در قبالش دریافت کالا کار صحیحی هست یا خیر؟ امروز راجع به این مطالب صحبت می‌کنیم و بررسی می‌کنیم ببینیم مبادلات بر مبنای غیر پولی به چه شکل هست و آیا در تجارت امروز و در دنیای الان برای ایرانی‌ها فکر خوبی هست یا خیر. در مورد این نوع مطالب فرد به فرد ممکنه دیدگاه متفاوتی داشته باشن. لذا ازتون میخوام که لطف کنین و دیدگاه خودتون رو به اشتراک بذارین تا با جمع شدن این دیدگاه‌ها هممون اطلاعات تکمیل‌تر و جامع‌تری نسبت به این مسائل پیدا کنیم. بپردازیم به ویدیو. موضوع مبادلات تجاری بدون دخالت پول چیزیه که ایران تو 20 سال گذشته سعی کرده جا بندازه. اولش با شعار، بعدش با توافقات همکاری کشورها، آخرش فشار می آوردن رو تاجرها که اگر چیزی وارد میکنی حتما در ازاش باید صادرات داشته باشی. و الان هم در نهایت به این درک نسبی رسیدن که دیدالیزیشن یا کنار گذاشتن دلار منطقی نیست، یا لااقل اگر هنوز نفهمیدن منطقی نیست حداقل میدونن که شدنی نیست. واسه همینه که فتیله رو کشیدن پایین و آروم نشستن. اول بذاریم ببینیم تو تجارت مدرن همچین چیزی ممکنه و از چه روشایی. بعد راجع به این تفکر و اینکه این نوع ابزارهای مالی فکر خوبی هستن یا نه صحبت می‌کنیم. دو مدل مرسوم مبادله غیر پولی داریم. یکی رو تو ایران بهش میگیم تهاتر یا همون بارتر و دومی رو میگیم بیل آو اکسچنج یا همون برات. تهاتر انجام میشه و احتمالاً هم مفهومش براتون خیلی آشناست. اما تو ایران برات خیلی وقت دیگه وجود نداره و فقط تو مقدمه علم حقوق ناصر کاتوزیان و حقوق تجارت خانم اسکینی و اینا بهش اشاره شده. دیگه نه ما اسنادی به عنوان برات تو ایران داریم نه انجام میشه، اما تو حقوق بین‌الملل کاملا رواج داره و اسناد تجاری مشخص داره و همه هم میتونن ازش استفاده کنن، روش امنی هم هستش. حالا اول معانیشون رو ببینیم. به هر معامله‌ای که توش کالا یا خدمات به صورت مستقیم و بدون استفاده از ابزارهای معامله یعنی همون پول مبادله بشن، یعنی کالا با کالا مبادله بشه، رو میگیم معامله پایاپا یا تهاتر. مثلا ماشین بدی خونه بگیری به جاش و امثال اینا. تو بازرگانی بین‌الملل مثلا شما سیمان می‌فرستین امارات به یه بنکدار مساله ساختمانی و به جاش به میزان مبلغ باری که فرستادین کاشی و سرامیک دریافت میکنین میارین ایران. این میشه یه مدل تهاتر یا بارتر. بیل آو اکسچنج یا همون برات یعنی من از شما پول میخوام و شما هم از نفر سومی پول میخواین. شما من رو معرفی میکنین به نفر سوم که ازش پول میخواین و میگین پول رو بده به من و طلبتون رو اینجوری با من صاف میکنین. خب این تعریف سادهشه تا مفهوم براتون جا بیفته. مثال دقیقش هم میشه این که فرض کنین ما تحریم نیستیم و ایران هم قانون برات براش منسوخ نشده بود. تو این شرایط شما سیمان میفروختین به بنکدار اماراتی و اون قبلش به شما میگفت آقا من الان یه بار بزرگ کاشی فرستادم هند و دو سه برابر پولی که باید به تو بدم رو قرار 50 روز دیگه که بار برسه دستش گیرم بیاد، اما الان دستم خالیه. در این صورت دوتایی با هم میریم بانک، یه لاین برات یا بیل آو اکسچنج باز میکنین و دقیقاً مثل توضیح LC که تو ویدیوی ریاکت به صحبت‌های بازرگانا خدمتتون LC رو بازش کردم، همون کارها و همون روال و همون قوانین براش اتفاق میفته. شما باید جنستون رو تحویل بدین. جنس که تحویل شد میرین بانک اسناد میبرین و بانک هم به محض اینکه هندیه پول رو واریز کرد یا اگر LC داشتن از LC‌های هندیه براتون این مبلغ رو قابل برداشت میکنه. بانک خودش پول میرزه به حساب شما و از بستانکاری اماراتیه کم میکنه، از بدهکاری هندیه هم کمش میکنه. پیچیده نیست. مطلب دقیقا میشه من از تو پول میخوام، تو از یکی دیگه، پس من میتونم از اون یکی دیگه طلب تو رو بگیرم. این کار تو تجارت خیلی مشکلا رو حل کرده تو دنیا. کاملا هم روال عادی و شدنی هست و تاجرا رو خیلی راحت کرده. شما دیگه نباید منتظر رسیدن پول دستتون باشید. میتونین جنسی که فروختین و پولشو بلافاصله جنس جدید بخرین و مشکل نقدینگی نخواهید داشت. حالا بیایم ببینیم برای ایرانی‌ها این کار شدنی است یا خیر. برات که خب مبادله کالا به کالا و بانک لازم نداره، باید تو قراردادتون ذکر بشه و واسه ایرانی‌ها هم شدنیه. اما دوستان ایران تحریمه و ایران نمیتونه بره بانک لاین برات باز کنه. تهاتر میشه ولی برات نمیشه. لذا از طریق بانک نمیتونی شما برات باز کنین و اگر کسی بخواد برات خواهی کنه به این کار میگیم برات خواهی کردن. باید با اتکا به شرف طرف مقابل برین جلو که سر قولش بمونه و همچنین نفر سوم
هم که میخواد به شما پول بده اونم باید سر قولش بمونه، یعنی مرامی میشه همه چی. دوستان چه تو ایران چه تو کل دنیا قرارداد فقط و فقط برای طرفین اون قرارداد الزام آوره، یعنی من و شما که با هم قرارداد میبندیم فقط و فقط به هم میتونیم تعهد بدیم و واسه هم تعهد ایجاد کنیم، نمیتونیم راجع به کار نفر سوم، پول دادن نفر سوم، تعهدی برای نفر سوم ایجاد کنیم. یادتون باشه به همین دلیل برات‌خواهی برای ایرانی ها ممکن نیست. حالا فرض کنید که اون نفر سوم هم روز عقد قرارداد اونجا بود و شما هم بندی رو گذاشتین که آقا من و شما با هم معامله میکنیم، من جنس رو میدم شما هم باید پول بدین، اما شما از اون نفر سوم پول میخواین و تعهد میدین که طلبتون رو با اون آدمه صاف نکنید و اون آدم به اندازه مبلغ قرارداد مجبور به من پول رو بده و اون نفر سوم هم زیر بند و زیر قرارداد رو امضا میکنه که بله آقا من قبول دارم، بازم نمیشه. میدونین چرا؟ چون که شما تعهد کردین با نفر سوم طلبتون رو صاف نکنید، اما برای پرداخت پول از جانب نفر سوم به بنده شما باید به اون نفر سوم قبولی بدین و بهش اعلام کنین که بله آقا من این جنس رو تحویل گرفتم، مشکلی هم نداشته و بعدن اون میتونه پرداخت کنه و تا شما اوکی ندین نفر سوم پولو به من نمیده. خب این کار غلطه دیگه، ذاتن غلطه. و اصلا نکته دیگه، اگر اون نفر سومی وجود داره که هر وقت شما اوکی بدین به من پول میده، خب به خودتون پول بده دیگه، برای چی قرارداد سه نفرش کنیم؟ برای چی دردسر را بندازین؟ شما برین طلب خودتون رو صاف کنین، من از شما میگیرم. این روش راحت تره، قراردادتونم تو دعاوی حقوقی راحت تره، مبادله پولش هم راحت تره. شما فرض کنین تو همچه قراردادی برین دادگاه، دادگاه اول میگه خب این نفر سوم کجاست، اونو برداریم بیارین. اون نفر سوم میری دنبالش میگه آقا برو به من چه ربطی نداره، هر کار خودتون میخواین بکنین. یه عمری بعد دنبال اون بودین، تازه اگر مجبورش کنین بیارین، در نهایت اون چی میگه؟ میگه آقا فردی که به من اوکی میداده اوکی نداده، منم پولو ندادم، راستم میگه. و اصولا هم این کار در تضاد با روح برات دیگه. شما براتو برای چی برات خواهی میکنین؟ برای اینکه یه تاجری از پول نداره ولی جنسشو فروخته، پول قراره بیاد دستش. واسه این رو اعتبار جنسی که فروخته میاد برات خواهی میکنه، به شما میگه آقا فلانی پولو بگیر. پس برات خواهی که منتفیه. حالا بیایم ببینیم تو استفاده از تهاتر چه نکاتی رو باید رعایت کرد. اولا که آقا تهاتر همیشه به نفع آدمیه که میخواد پول بده. چون خب شما فرض کنین، مثال میزنم دیگه، فرض کنین از قزاقستان میلگرد خریدی، یه نفرم اینجا هست که شما ازش زعفرون میخرین صادر میکنی، به این قزاقستانی میگه آقا زعفرون میخوای به جای پول بهت بدم، اونم میگه اوکی کیلویی چنده؟ کیلوی بازارش 1000 دلاره. فرض کنین اندازه 50 تن شما جنس خریدین، 50000 دلار باید به این آدم پرداخت کنی. این 50000 دلاری که تو بازار میفروشن رو که شما پول ندادین، شما 30000 دلار خریدین، قیمت صادراتیشو دارین میفروشین، این مابه تفاوت همیشه براتون سوده. واسه همین اگر شما خریدار هستین و جنسی دارین که میتونین به فروشندتون به جای پول بدین، حتما بهش پیشنهاد بدین. نکته بعدی این که شما هر جای دنیا با هر ارزی با هر جنسی معامله میکنین، باید حسابداریتون به دلار باشه و همیشه حساب دلاری پولاتون رو نگه دارین. اینطوری معلوم میشه که شما دارین سود میکنین یا ضرر. تو تهاتر هم اول قیمت جنسا رو به دلار ببندین قطعی، به میزان اون دلار به طرف جنس بدین، یادتون باشه. نکته بعدی تو تهاتر مدل پرداخت است. خیلی وقتا دوستان نمیصرفه همه معامله تهاتر باشه. خیلی وقتا یکم پول بذارین کنار برای پیش پرداخت دادن. مثلا قرار شده شما از هند کربن استیل بخرید و در ازای پول گندله آهن بدین به جاش. خب کربن استیل 2 تا 3 هفته تولیدش طول میکشه. این یعنی طبق قرارداد شما باید پیش پرداخت بدین به طرف تا شروع کنه به تولید. پیش پرداخت رو پول بدین، وگرنه مجبورین اول گندله آهن بفرستین مثلا به میزان 30% مبلغ قراردادتون. وقتی رسید مرز، ترخیص شد، تحویل مشتری شد، اون بعد شروع میکنه به تولید براتون. یعنی فرایند تولیدی که قرار بوده 3 هفته‌ای نهایتاً تموم بشه، استارتش تازه میفته برای 2 ماه بعد وقتی پیش پرداخت شما که جنسه رسید دستش. لذا عقب میمونین. واسه همین پیش پرداختایی که برای شروع کار و تولید جنسه همیشه پول بدین. خب تا همینجا فکر می‌کنم کافی باشه. اینا مفاهیم اولیه تجارت هست که یکم از معرفی جنس و اینا کم طرفدارتره، اما دونستنش برای یه بازرگان مفید و ضروریه به نظر من. امیدوارم مطالب مورد پسندتون بوده باشه. اگر اینطوریه لطفاً سابسکرایب بفرمایید و به دوستان معرفی کنین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.